بپردازیم به عبارت ها و جملات بسیار پرکاربرد با لغت مهم و اساسی when در انگلیسی اولین عبارت رو میخوایم یاد بگیریم دوستان فقط در نظر داشته باشید که when دوتا معنی داره اولین معنیش که ممکنه خیلی از شما بدونید یعنی چه موقع چه وقت چه زمان معنی دیگری که لغت when داره یعنی موقعی که زمانی که که ممکنه شما کمتر این رو استفاده کرده باشید یا کمتر باهاش مواجه شده باشید با عبارت ها و جملاتی که در این کلیپ و در این درس خدمت شما عزیزان میشه بدون شک کاربرد و استفاده از لغت مهم و اساسی ون رو فرا خواهید گرفت و به اونها مسلط خواهید شد بسیار خوب اولین عبارت و جمله رو با هم کار بکنیم When can we eat dinner? When can we eat dinner? When یعنی چه موقع؟ فقط موضوع مهم دوستان در مورد تلفظ when باید دقت بفرمایید زمانی که شما میخواید W رو در انگلیسی تلفظ بکنید یک مقدار فرق وجود داره بین تلفظ W با V ما در فارسی وی یا واو رو داریم و وقتی که میخوایم وی یا واو رو تلفظ کنیم نیش دندونهای بالا لب پایین رو میگزه مثلا میگیم وحید مثلا میگیم و اما وقتی که میخوایم دابلیو رو در انگلیسی تلفظ بکنیم باید دقت بکنیم که تلفظش با وی فرق داره زمانی که میخوایم دابلیو رو تلفظ بکنیم لب حالت بوسه به خودش میگیره بوسه که دوست دارید نه؟ <applause> خب حالا لب هاتون حالت بوسه و هوا خارج میشه به این صورت و و و, و وقتی که میخوایم بگیم when یا where یا what یا مثلا میخوایم بگیم واو موقع تعجب کردن پس توجه داشته باشید هر جایی در انگلیسی دابلیو دیدید لبهاتون رو به حالت بوسه در بیارید و هوا خارج میشه پس در اینجا میشه when چی میگیم؟ میگیم when can we eat dinner when can we eat dinner when are you busy when are you busy بیزی یعنی کسی که سر شلوغ یا شلوغ کسی که کار زیاد ریخته سرش مثل ما در کانال انگلیسی مثل آب خوردن که همواره در صدد ساخت ویدیوهای جدید هستیم برای شما بیزی پس شد کسی که سر شلوغه کسی که داره یادگیری رو انجام میده سر شلوغ یادگیریه داره یاد میگیره داره تلاش میکنه به موفقیت برسه You are busy یعنی تو سرت شلوغه Are you busy? یعنی آیا تو سر چلوغ سوالی میشه آر که بیاد اینور سوالی میشه حالا یک when در ابتداش اضافه میشه When are you busy? یعنی چه موقع تو سر شلوغه When are you busy? When do you study? When do you study? When یعنی چه موقع؟ Do you یعنی آیا تو این کار رو میکنی؟ کدوم کار؟ Study Study یعنی مطالعه کردن یا درس خوندن Study با این تلفظ و نه استادی دقت بکنید Study در ابتداش A نداره ما هم مجاز نیستیم A اضافه بکنیم تلفظ درست به این صورت study میبینید که اس در ابتدای study بی صداست ما هم صدایی نباید اضافه بکنیم study یعنی مطالعه کردن you study یعنی تو مطالعه میکنی you do study یعنی با حالت تاکید یعنی تو مطالعه میکنی حالا دو میاد این ور و به عنوان فعل کمکی سوالیش میکنه do you study یعنی آیا تو مطالعه می کنی و وقتی که یک when در ابتداش بیاد یعنی چه موقع تو مطالعه می کنی when do you study چه موقع مطالعه می کنی مثلا فرض کنید که من از شما می یا هم کلاسیتون از شما می چه موقع مطالعه می کنی چه موقع یاد میگیری؟ چه موقع تمرین می کنی when do you study when do you study when was sarah born when was sarah born born یعنی به دنیا اومدن سارا یعنی یک خانومی به نام سارا سارا واز بورن یعنی سارا به دنیا آمد در زمان گذشته حالا واز میاد اینور و سوالی میشه واز سارا بورن یعنی آیا سارا به دنیا اومد و حالا یک ون در ابتداش اضافه میشه when واز سارا بورن سارا چه موقع به دنیا اومد سارا کی به دنیا اومد مثلا شما از آبجیتون که یک دختر داره به اسم سارا میپرسید که سارا کی به دنیا اومده When was Sarah born? When was Sarah born? When does it begin? When does it begin? When که یعنی چه موقع؟ does برای فعل کمکی استفاده شده اینجا it اشاره میکنه به اون موضوع و ماجرایی که گوینده و شنونده دارن در موردش صحبت میکنن. begin یعنی شروع شدن یا آغاز شدن. When does it begin؟ یعنی چه موقع شروع میشه؟ مثلا فرض بگیرید که به یک کنسرت یا به یک فستیوال رفتید و از همراهتون یا از دوستتون میپرسید When does it begin؟ پس چه موقع شروع میشه؟ کی شروع میشه؟ When does it begin؟ When does it begin؟ When did you buy it? When did you buy it? Buy یعنی خریدن It اشاره میکنه به اون چیزی که گوینده داره میگه مثلا فرض بگیرید طرف یه چیزی خریده و شما ازش میپرسید که چه موقع خریدیش؟ کی خریدیش؟ Buy پس میشه خریدن You buy it یعنی تو میخریش You did buy it یعنی تو اون رو خریدی در زمان گذشته Did you buy it یعنی آیا تو اون رو خریدی در زمان گذشته و وقتی که یک when در ابتدا اضافه میشه میشه when did you buy it یعنی تو چه موقع اون رو خریدی when did you buy it when did you return when did you return return یعنی برگشتن بازگشتن you return یعنی تو باز میگردی you did return یعنی تو بازگشتی در زمان گذشته did you return یعنی آیا تو بازگشتی آیا تو برگشتی و وقتی که یک when به معنی چه موقع در ابتداش اضافه میشه یعنی تو کی برگشتی تو چه زمانی برگشتی When did you return؟ تو چه موقع برگشتی؟ حالا میخوام که به عنوان تمرین همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. When did you return؟ When did you return؟ When does it arrive؟ When does it arrive? Arrive یعنی رسیدن بچه ها در مورد تلفظ R در arrive باید دقت بکنید هر جا در انگلیسی R دیدید یه مقدار فرق داره تلفظش با ر در فارسی ما در فارسی ر رو اینجوری تلفظ میکنیم حالت مسلسلی انگار داریم شلیک میکنیم ر, ر, ر. اما در انگلیسی وقتی که میخوایم آر رو تلفظ بکنیم زبونمون جمع میشه یا نزدیک به سقف دهان میشه میشه ار ار, ار نمیگیم ارایو ارایو نمیگیم ارایو, ارایو ارایو یعنی رسیدن ات اشاره میکنه به اون موضوعی که گوینده و شنونده دارن در موردش صحبت میکنن ات داز ارایو یعنی آن میرسه اون چیز مثلا ماشین مثلا قطار مثلا هواپیما It does arrive یعنی میرسه اون هواپیماه میرسه اون ماشینه میرسه Does it arrive یعنی آیا اون میرسه مثلا اون هواپیماه اون ماشینه اون بسته پستیه که منتظرشیم آیا میرسه و وقتی که یک when در ابتدا استفاده میشه یعنی چه موقع When does it arrive یعنی اون چه موقع میرسه قطاره، هواپیماه، اون بسته پستیه چه موقع میرسه؟ حالا شما در قسمت کامنت بنویسید When does it arrive? When does it arrive? When is school over? When is the school over? Over در اینجا یعنی به اتمام رسیدن و تموم شدن سکول یعنی مدرسه دوستان تلفظش رو دقت کنید نگفتم اسکول سکول یعنی مدرسه school is over یعنی مدرسه تموم مدرسه تموم شد when که میدونید یعنی چه موقع when is school over یعنی مدرسه چه موقع تموم میشه که این مدرسه به اتمام میرسه when is school over When is the school over When will we arrive When will we arrive arrive yani raseedan we arrive yani Mirasim. we will arrive yani ma rasid dar zaman aayande of the we will arrive ما خواهیم رسید ما به موفقیت خواهیم رسید ما به اون شهر خواهیم رسید به اون جایی که می‌خوایم برسیم خواهیم رسید we will arrive حالا سوالی میشه و ویل به ابتدا میاد will we arrive؟ یعنی آیا ما خواهیم رسید به اون شهری که میخوایم بریم به اون چیزی که میخوایم برسیم will we arrive؟ پس یعنی آیا ما خواهیم رسید و یک ون در ابتداش اضافه میشه when will we arrive؟ یعنی ما چه موقع خواهیم رسید when will we arrive؟ When will you leave? When will you leave? Leave یعنی ترک کردن یا از جایی رفتن جایی رو ترک کردن You leave یعنی تو ترک میکنی تو میروی از اینجا حالا یک will در ابتداش اومده سوالیش کرده You will leave یعنی تو ترک خواهی کرد تو خواهی رفت و وقتی که ویل به ابتدا میاد حالت سوالی میشه ویل یو leave یعنی آیا تو خواهی رفت آیا تو ترک خواهی کرد اینجا رو و وقتی که یک ون در ابتداش بیاد بهش یک چه موقع اضافه میکنه ون ویل یو leave یعنی تو چه موقع خواهی رفت تو چه موقع اینجا رو ترک خواهی کرد به شهر آرزوهات کی خواهی رفت امیدوارم که هرچه سریعتر به رویاهاتون به آرزوهاتون برسید. When will you leave? When will you leave When was it finished? When was it finished? Finish yani beitz mom residan pa yon pedo finished? یعنی پایان پیدا کرده ات اشاره میکنه به اون موضوعی که دارن در موردش صحبت میکنن When was it finished؟ یعنی آن چه موقع به اتمام رسید؟ چه موقع تموم شد؟ مثلا یک چیزی که شما دارید در موردش صحبت میکنید بعد گوینده از شما میپرسه When was it finished؟ چه موقع تموم شد مثلا کنسرت چه موقع تموم شد اون فیلمه چه موقع تموم شد یا کتابی که داشتید میخوندید چه موقع تموم شد When was it finished? When was it finished? When did you get home? When did you get home? Home یعنی خانه هوم یه مقدار فرق داره با هاوس هاوس حالت فیزیکی و ساختمانه ولی وقتی که میگید هوم یعنی جایی که شما بهش تعلق عاطفی دارید جایی که عزیزانتون در اون زندگی میکنن When did you get home? When is check out time when is check out time time یعنی زمان چک out که با هم نوشته میشه و با هم گفته میشه چک out به این صورت تلفظش اینجوریه چک out اوت نیست چک out چک out یعنی شما زمانی که میخواید برید اتاقتون در هتل رو تحویل بدید و لوازمتون رو جمع کنید و برید بهش میگن چک اوت چک اوت پس شد زمانی که شما میخواید اتاق هتل رو تحویل بدید چک اوت تایم زمانی که میخواید اتاق رو تحویل بدید When is یعنی چه موقع است When is check out time یعنی زمان تحویل اتاق یا زمانی که من باید کلید رو تحویل بدم و برم چه موقع است دارید از رسپشن هتل میپرسید پس این میتونه خیلی کاربردی و مفید باشه همین جا یادش بگیرید When is check time When is your birthday When is your birthday? Birth یعنی متولد شدن Birthday یعنی روز تولد در مورد تلفظ TH در birth دقت بکنید زمانی که میخواید این TH رو در انگلیسی تلفظ بکنید زبونتون زیر نیش دندونهای بالا یا پشت دندونهای بالا و سعی میکنید بگید س سه. سه مثلا سارا میشه birth 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 نیست birth هم نیست birthday birthday birth birth birthday یعنی روز تولد when is یعنی چه موقع است your یعنی مال تو چیزی که متعلق به توه when is your birthday یعنی تولد تو کیه حالا من از شما میپرسم when is your birthday when is your birthday When will they arrive? When will they arrive? Arrive یعنی رسیدن و به جایی دست پیدا کردن They یعنی آنها در مورد تلفظ TH در They دقت بکنید زبونتون زیر نیش دندونهای بالا سعی میکنید بگید ز, ز زنبور They they پس نگفتم they یا نگفتم دی یا نگفتم تی میشه they تلفظ درست they زبونتون زیر نیش دندونهای بالا و در اینجا میشه they یعنی آنها will برای زمان آینده است they will arrive یعنی آنها خواهند رسید حالت سوالی ویل اومده این ور و وقتی که یک when در ابتدا اضافه میشه when will they arrive یعنی اونها کی خواهند رسید مثلا فرض بگیرید که مهمون دعوت کردید مهمونی دارید باربیکیو پارتی دارید حالا میپرسید از همسرتون یا از مادرتون یا از پدرتون که اونها کی خواهند رسید مهمونها کی خواهند رسید when will they arrive آنها کی خواهند رسید when will they arrive when will you be back when will you be back back یعنی پشت یا پشت سر be یعنی شدن be back یعنی کسی که برگشته you will be back یعنی تو باز خواهی گشت Will you be back؟ یعنی آیا تو باز خواهی گشت؟ و وقتی که یک when در ابتدا میاد یعنی چه موقع؟ When will you be back؟ یعنی تو چه موقع باز خواهی گشت؟ تو چه موقع برگشته خواهی بود؟ داریم از طرف می پرسیم که حالا اگه بری چه موقع برگشتی؟ چه موقع باز خواهی گشت؟ و در اینجا خواهی بود؟ When will you be back؟ When will you be back? Do it when you have time. Do it when you have time. Time یعنی زمان. You have time یعنی تو زمان داری. Do it یعنی انجامش بده. امری ساختار. when در اینجا به معنی زمانی که وقتی که do it when یعنی انجامش بده وقتی که you have time تو زمان داری عجله نکن وقتی که زمان داری انجامش بده do it when you have time When are you coming back? When are you coming back? When که یعنی چه موقع come back یعنی برگشتن به عقب برگشتند. You are coming back حالت حال استمراری یعنی تو داری بر میگردی به عقب You are coming back تو داری به عقب برمیگردی Are you coming back حالت سوالیه are اومده این ور are you coming back یعنی آیا تو داری برمیگردی به عقب در حال بازگشتن به عقب هستی و وقتی که یک when در ابتداش میاد یعنی چه موقع when are you coming back یعنی تو چه موقع داری به عقب برمیگردی یا در حال بازگشت هستی when are you coming back when are you coming back When did Mori go to Europe? When did Murray go to Europe? یوروپ یعنی اروپا اروپا رو که بلدید دوست دارید برید اروپا اروپا میشه یوروپ در انگلیسی موری یعنی یک فردی یک آقایی به اسم موری اسم خاصه بنابراین هر اسم خاص رو حرف اولش رو بزرگ می نویسیم When did Mori go to Europe؟ یعنی موری چه موقع به اروپا رفت؟ خوش به حال موری که رفته اروپا When did Mori go to Europe؟ When did Mori go to Europe؟ When is the meeting When is the meeting؟ میتینگ یعنی ملاقات، قرار ملاقات. مثلا شما یه قرار ملاقات کاری دارید. میتینگ، میتینگ که شنیدید. When is the meeting؟ یعنی قرار ملاقات چه موقع است؟ مثلا شما رئیس شرکت هستید، مدیر شرکت هستید، بعد از خانم منشی میپرسید قرار ملاقات کیه اون قرار ملاقات مشخص که شما و اون فردی که دارید باهاش صحبت میکنید میدونید کدوم قرار ملاقات رو دارید در موردش صحبت میکنید به خاطر همین از THE ای استفاده شده چون یک قرار ملاقات مشخصه When is the meeting یعنی اون قرار ملاقات چه موقع است که When is the meeting When is the meeting Sarah was out when I called. Sarah was out when I called. Call یعنی صدا زدن یا زنگ زدن. Called حالت گذشته است. I called یعنی من زنگ زدم در زبان گذشته when در اینجا یعنی موقعی که زمانی که سرا یعنی خانوم سارا و همونطور که گفتیم اسم خاص حرف اولش به صورت بزرگ نوشته میشه سرا was out out یعنی بیرون was گذشته is یعنی بود سرا was out سارا بیرون بود چه موقع when I called وقتی که من زنگ زدم وقتی که من زنگ زدم سارا بیرون بود سیرا وز اوت ون آی کالد ون دید ات بگن تو رین؟ ون دید ات بگن تو رین؟ رین یعنی باران باریدن، بارش ون دید ات یعنی چه موقع اون انجام داد؟ چی انجام داد؟ بگن، شروع کرد چی شروع کرد؟ To rain به باران باریدن. When did it begin to rain؟ یعنی چه موقع باران باریدن شروع کرد؟ چه موقع بارش شروع شد؟ چه موقع باران باریدن شروع شد؟ When did it begin to rain؟ When did it begin to rain؟ when should i feed my dog when should i feed my dog dog یعنی سگ حیوان خونگیتون مثلا یه سگه my dog یعنی سگم feed یعنی غذا دادن خوراک دادن when should i یعنی چه موقع من باید فلان کار رو انجام بدم کدوم کارو فید؟ feed غذا دادن به کی مای داگ When should I feed my dog یعنی yani من چه موقع باید به سگم غذا بدم When should I feed my dog When did you come to Japan When did you come to Japan جپن یعنی ژاپن در انگلیسی اینجوری تلفظ میشه جپن جپن یعنی کشور ژاپن میشه گفت ژاپنی ها بهترین آدم های دنیا هستند با کسی کاری ندارن خودشون کارشون رو انجام میدن و جالبه که به هیچ خداوندی هم اعتقاد ظاهرا ندارند ولی به انسانیت ظاهرا معتقد هستند و همونطور که میبینید هیچ آدمی در دنیا وجود نداره که ژاپنی باشه و به کسی صدمه بزنه و با کمال احترام با کل دنیا برخورد میکنن به هر حال ژاپنی ها انسان های بسیار متفاوتی هستند و تمدن بسیار متفاوتی دارند بگذاریم When did you come یعنی تو چه موقع آمدی چه موقع اومدی ژاپن مثلا فرض بگیرید که من شما رو در ژاپن میبینم بعد به شما میگم که چه موقع اومدی ژاپن when did you come to japan when did you come to japan when did you get to london When did you get to London? London یعنی لندن تلفظ انگلیسیش اینجوریه London Get یعنی رسیدن Get to London یعنی رسیدن به لندن When did you get یعنی تو چه موقع رسیدی در زمان گذشته است When did you get to London? یعنی تو چه موقع به لندن رسیدی؟ چه موقع به لندن دست پیدا کردی؟ بهش رسیدی؟ مثلا در مسیر بودید و شما رسیدید لندن حالا طرف از شما میپرسه When did you get to London? چه موقع به لندن رسیدی؟ امیدواریم که روزی به لندن برسید بتونید لندن رو ببینید When did you get to London? When did you get to London? When do you usually get up? When do you usually get up? Get up یعنی از رخت خواب برخواستن یعنی از رخت خواب بیرون آمدن Usually با این تلفظ usually usually یعنی معمولا when do you یعنی تو کی انجام میدی چی رو انجام میدی usually معمولا get up معمولا از رخت خواب بلند میشی از رخت خواب بیرون میای when do you usually get up یعنی معمولا تو چه موقع از رخت خواب بیرون میای از رخت خواب بلند میشی حالا من از شما میپرسم When do you usually get up؟ معمولاً چه موقع از رخت خواب بلند میشی؟ منظور بیدار شدن نیست. ممکن شما بیدار بشید یعنی wake up بشید اما در رخت خوابتون دراز کشیده باشید. Get up یعنی از رخت خواب بیاید بیرون. When do you usually get up؟ when are you going to leave when are you going to leave leave یعنی ترک کردن جایی از جایی رفتن you are going to leave یعنی تو قصد داری که بروی تو قصد داری که مثلا اینجا رو ترک بکنی Are you going to leave? حالت سوالیه یعنی آیا تو قصد داری که اینجا رو ترک بکنی؟ آیا تو قصد داری که از اینجا بروی؟ حالا یک when به معنی چه موقع در ابتدا اومده When are you going to leave؟ یعنی تو چه موقع قصد داری که اینجا رو ترک بکنی؟ چه موقع داری میری که اینجا رو ترک بکنی؟ When are you going to leave؟ When are you going to leave? When do you expect Mori back? When do you expect Mori back? Mori که معرف حضورتونه و اسم خاص با حرف بزرگ می نویسیمش. Back یعنی عقب یا پشت سر. Expect یعنی انتظار داشتن همینجا یادش بگیرید expect اکسپکت یعنی انتظار داشتن توقع داشتن یو expect موری back یعنی تو انتظار داری که موری برگرده You do expect Mori back حالت تأکیدی داره یعنی تو انتظار داری که موری برگرده حالا دو میاد اول و سوالی میشه Do you expect Mori back? یعنی آیا تو انتظار داری که موری برگرده؟ موری دیگه بر نمیگرده و آیا تو انتظار داری که برگرده؟ حالا یک when در ابتدا اومده و چه موقع بهش اضافه کرده When do you expect Mori back؟ یعنی تو انتظار داری موری چه موقع برگرده؟ تو انتظار داری که مثلا فردا بیاد پس فردا بیاد چه موقع انتظار داری برگرده پیش تو؟ When do you expect Mori back؟ When do you expect Mori back? When is a good time for you? When is a good time for you? For you, yani یعنی برای تو. Time, yani یعنی zaman و موقع. Good time, yani یعنی zaman خوب یا زمان مناسب. When is یعنی چه موقع است When is a good time for you یعنی چه موقع برای شما خوبه چه موقع برای شما مناسبه مثلا فرض بگیرید از فردی چیزی میخواید که براتون انجام بده بعد اون طرف میپرسه چه موقع میخواید انجامش بدم بعد شما میگید When is a good time for you چه موقع برای شما زمان خوبیه زمان مناسبیه When is a good time for you When is a good time for you I did smoke when I was young I did smoke when I was young, young yani javon I was young yani man javon boo. I am young یعنی من جوان هستم و وقتی که در زمان گذشته بیان میکنیم میشه I was I was young یعنی من جوان بودم When در اینجا به معنیه وقتی که زمانی که Smoke یعنی سیگار کشیدن دوستان دقت بکنید نگفتم Smoke A اولش نداره Smoke Smoke S در ابتدای Smoke ساکن بی صداست I did یعنی من انجام دادم چی رو؟ smoke I did smoke یعنی من سیگار کشیدم when I was young یعنی وقتی که جوان بودم I did smoke when I was young یعنی من وقتی که جوان بودم سیگار کشیدم I did smoke when I was young I did smoke when I was young یم نات شور ون موری ویل کام کام یعنی آمدن موری ویل کام یعنی موری خواهد آمد حالت آینده است ون یعنی وقتی که زمانی که I'm not sure یعنی من مطمئن نیستم همینجا یادش بگیرید I'm sure یعنی من مطمئنم I'm not sure یعنی من مطمئن نیستم I'm not sure when Mori will come یعنی من مطمئن نیستم موری چه زمانی خواهد آمد من نمیدونم موری چه زمانی خواهد آمد مطمئن نیستم I'm not sure when Mori will come i'm not sure when worry will come when can i see you next time when can i see you next time time yani zaman next yani badi next time yani daf e I see یعنی من میبینم I see you یعنی من تو رو میبینم I can see you یعنی من میتوانم تو را ببینم Can I see you یعنی آیا من میتوانم تو را ببینم Can I see you next time یعنی آیا من میتونم دفعه بعدی شما رو ببینم و حالا یک when هم در ابتداش اضافه شده when can I see you next time یعنی چه موقع دفعه بعدی من میتونم شما رو ببینم این چقدر کاربردی و چقدر مهمه when can I see you next time When did you finish the work When did you finish the work work یعنی کار یه کاری به شما سپرده شده the work the اشاره میکنه به اون کار مشخص finish یعنی تمام کردن به اتمام رساندن you finish the work یعنی تو اون کار مشخص رو که بهت سپرده بودن مثلا به اتمام رسوندی تمومش کردی when did you یعنی تو چه موقع انجام دادی چیو finish تمام کردن the work اون کار مشخص رو when did you finish the work یعنی تو چه موقع کار را به اتمام رساندی چه موقع کار رو تموم کردی when did you finish the work when did you finish the work when is your book coming out When is your book coming out? Come out یعنی بیرون آمدن، out یعنی بیرون و come out یک فعل عبارتیه، یک فعل چنبخشیه یعنی بیرون آمدن و در اینجا به معنی چاپ شدن و به انتشار رسیدن و بیرون اومدن تو بازار. Book یعنی کتاب. Your book is coming out. حالت استمراری حالت حال استمراری your book is coming out یعنی کتاب تو دارد به بیرون می آید کتاب تو دارد به بازار می آید حالا is your book coming out یعنی آیا کتاب تو دارد به بیرون می آید حالا یک when هم در ابتداش قرار میگیره When is your book coming out" یعنی کتاب شما چه موقع دارد به بیرون می آید؟ چه موقع دارد به فروش گذاشته می شود؟ میاد بیرون انتشار پیدا میکنه و قرار بر این است که به فروش بره When is your book coming out When is your book coming out؟ When should I return the car? When should I return the car? کار یعنی خودرو ماشین The car یعنی اون ماشین مشخص که دارید در موردش صحبت میکنید Return یعنی بازگرداندن در اینجا I return the car یعنی من ماشین رو برمیگردونم I should return the car شد یعنی باید یعنی من باید ماشین رو برگردونم و should I return the car یعنی آیا من باید ماشین رو برگردونم و یک when هم در ابتدا اضافه شده. When should I return the car یعنی من چه موقع باید ماشین رو برگردونم مثلا فرض کنید تشریف بردید خارج از کشور حالا یک ماشین کرایه کردید فعلا ماشین نخریدین و کرایه کردید که این ور ور برید باش بگردید حال کنید خوش بگذرونید حالا از آقایی که ازش ماشین دارید کرایه میکنید از اون موسسه بهش میگید که چه موقع من باید ماشین رو برگردونم به شما فردا پس فردا چه موقع باید برگردونم When should I return the car؟ When should I return the car? Do you know when Sarah will come? Do you know when Sarah will come? Come Yani Omadan. Sarah will come Holata Oyandast Yani Sarah khahat Ahmad. Do you know یعنی آیا تو می دونی آیا شما می دونید when یعنی وقتی که زمانی که Do you know when Sarah will come یعنی آیا تو می دونی سارا چه موقع خواهد آمد Do you know when Sarah will come? Look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Talk یعنی صحبت کردن. To you یعنی با تو. I talk to you یعنی من با تو صحبت می کنم. When I talk to you یعنی وقتی که من دارم با تو صحبت می کنم. Look at me یعنی به من نگاه کن. به من نظاره کن. حالت امریه. خیلی کار بردیه. Look at me، به من نگاه کن. When I talk to you، وقتی که دارم با تو صحبت می کنم. Look at me when I talk to you. When did Morris say he would come? When did Morris say he would come? هی ود کام یعنی او میخواد بیاد موری سی یعنی موری گفت البته اینجا حالت ساده فعل به کار برده شده چرا چون از دید استفاده شده دید موری سی یعنی آیا موری گفت When دید موری سی یعنی موری چه موقع گفت هی would کام که میخواد بیاد When did Morris say he would come؟ یعنی موری گفت که چه موقع میخواد بیاد. چه موقع میخواد بیاد پیش ما مثلاً؟ When did Morris say he would come؟ When did Morris say he would come؟ When did Tara break the window؟ Wendy Tara break the window window یعنی پنجره همتون بلدید the window یعنی اون پنجره مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم break یعنی شکستن در اینجا Tara did break the window یعنی تارا پنجره را شکست از did به عنوان فعل کمکی استفاده شده برده زمان گذشته اگر از did استفاده نمی‌کرد میشد Tara break the window. اما چون سوالش میخوایم بکنیم از did استفاده کردیم. Did Tara break the window؟ یعنی آیا تارا پنجره را شکست؟ و در اینجا یک when هم اضافه شده. When did Tara break the window؟ یعنی تارا چه موقع پنجره را, را شکست؟ When did Tara break the window. When did Tara break the window. When do you plan to check out? When do you plan to check out? Check out همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض شد یعنی تحویل اتاق در هتل یعنی اتاقتون رو به هتل تحویل بدید و اونجا رو بخواید ترک بکنید Plan یعنی برنامه داشتن یک پلان داشتن در مورد تلفظش دقت بفرمایید دوستان ارز نکردیم plan چون بین پی و ال صدایی وجود نداره پس شما هم مجاز نیستید صدایی اضافه بکنید پس تلفظ درست میشه plan یعنی برنامه داشتن you plan یعنی تو برنامه داری you plan to check out یعنی تو برنامه داری که اتاق رو تخلیه کنی و تحویل بدی do you plan to check out یعنی آیا برنامه داری که اتاق رو تخلیه کنی when یک چه موقع یا کی به جمله اضافه میکنه When do you plan to check out یعنی تو چه موقع برنامه داری که اتاق رو تحویل بدی یا تخلیه کنی When do you plan to check out When do you plan to check out When the bus came, Sarah باس the boss came, Sarah got on. Boss یعنی اتوبوس the bus یعنی اون اتوبوس مشخص مثلا اون اتوبوسی که همیشه سوارش میشه کیم گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمدن و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش عوض میشه میشه came When the bus came, یعنی وقتی که اتوبوس آمد, Sarah got on, got on, گذشته get on, یعنی سوار شدن. Sarah got on, یعنی سارا سوار شد. When the bus came, Sarah got on, یعنی وقتی که اتوبوس آمد, سارا سوار شد. When the bus came, Sarah got on. When was the last time we met? When was the last time we met? met گذشته فعل بی‌قاعده meet یعنی ملاقات کردن we met یعنی ما ملاقات کردیم last time یعنی آخرین بار when was یعنی کی بود؟ کی بود که ما آخرین بار ملاقات کردیم میشه when was the last time we met آخرین باری که ملاقات کردیم چه موقع بود when was the last time we met when was the last time we met when will the concert be held When will the concert be held? hold یعنی برگزار شدن و در اینجا در زمان آینده استفاده شده آینده کامل پس میشه held پس hold یک فعل بیقاعده است و وقتی که زمانش تغییر پیدا میکنه تغییر شکل پیدا میکنه be held یعنی برگزار شده concert یعنی کنسرت when will یعنی چه زمانی اتفاق خواهد افتاد چی the concert be held اون کنسرت برگزار خواهد شد When will the concert be held یعنی اون کنسرت چه موقع برگزار خواهد شد When will the concert be held When will the concert be held When will they give a concert When will they give a concert? concert همونطور که گفتیم یعنی کنسرت give a concert یعنی یک کنسرت برگزار کردن کنسرت دادن they یعنی اونها مثلا گروه موسیقی مورد علاقه شما when will یعنی چه موقع آنها این کار رو خواهند کرد کدوم کار give a concert کنسرت دادن کنسرت برگزار کردن When will they give a concert? یعنی آنها چه موقع کنسرت خواهند داد؟ کنسرت برگزار خواهند کرد. When will they give a concert? When will they give a concert? Ask Sarah when she will come back. Ask Sarah when she will come back. Come back یعنی برگشتن یعنی جایی رفته طرف حالا میخواد برگرده She will come back یعنی اوی خانم باز خواهد گشت Ask یعنی بپرس در ابتدای جمله فعل ما اومده پس امریه Ask Sarah یعنی از سارا بپرس When she will come back یعنی چه موقع او باز خواهد گشت Ask Sarah when she will come back یعنی از سارا بپرد چه موقع باز خواهد گشت مثلا سارا داره میره سفر و مادرتون به شما میگه که از سارا بپرد چه موقع باز خواهد گشت Ask Sarah when she will come back Ask Sarah when she will come back I will leave when Sarah comes back. I will leave when Sarah comes back. I will leave یعنی من ترک خواهم کرد از اینجا خواهم رفت چه موقع when وقتی که سارا سارا comes back سارا برگرده وقتی که سارا برگرده من اینجا رو ترک خواهم کرد I will leave when Sarah comes back یعنی وقتی سارا برگرده من اینجا رو ترک خواهم کرد از اینجا خواهم رفت I will leave when Sarah comes back I will leave when Sarah comes back My throat hearts when I swallow. My throat hurts when I swallow. Swallow یعنی قورت دادن چیزی رو قورت دادن. I swallow یعنی من قورت می دهم. When I swallow یعنی وقتی که زمانی که من قورت می دم چیزی رو. Hearts یعنی درد می کنه. اس سوم شخص گرفته به خاطر چی؟ به خاطر my throat یعنی گلوم throat یعنی گلو my throat یعنی گلوی من my throat hearts یعنی گلوی من درد میکنه چه موقع؟ when I swallow وقتی که قورت میدم وقتی که چیزی رو قورت میدم گلوم درد میکنه امیدواریم که بلا و درد از شما بدور باشه my throat hearts when I swallow my throat hurts when i swallow we will go when it stops raining we will go when it stops raining we will go when ke it stops اون متوقف بشود چه متوقف بشود؟ رینینگ باران باریدن وقتی که باران باریدن کنه نگفتم استاپ ستاپ کنه متوقف بشه ما خواهیم رفت We will go when it stops raining وقتی که باران باریدن قطع بشه ما خواهیم رفت We will go when it stops raining We will go when it stops raining. When did your father come home? When did your father come home? Come home, yani bekhane amadan. Father, yani pedar. Your father, yani pedare Your father. did come home یعنی پدرت به خانه آمد به زمان گذشته داره اشاره میکنه چون دید به کار برده حالا چرا از دید استفاده کرده چون میخواد سوالیش کنه did your father come home یعنی آیا پدرت به خانه آمد و یک when در ابتدا اضافه شده when did your father come home یعنی پدرت چه موقع به خانه آمد when did your father come home When did your father come home? When would you like to see Mori? When would you like to see Mori? موری اسم خاص حرف اول با صدای بزرگ نوشته میشه سی یعنی دیدن لایک like یعنی دوست داشتن در اینجا یعنی تمایل داشتن When would you like یعنی چه موقع دوست داری چه موقع مایلی که چیکار بکنی تو سی که ببینی موری موری رو When would you like to see موری چه موقع مایلی که موری رو ببینی مثلا منشیتون داره قرار ملاقات ست میکنه بعد از شما میپرسه When would you like to see موری چه موقع مایلی که موری رو ببینی When would you like to see موری When would you like to see موری call me when you get settled in call me when you get settled in settle in یعنی در جایی مستقر شدن در جایی اقامت رو شروع کردن لوازم رو جمع جور کردن و مرتب کردن در جایی که اقامت بکنید get settled in یعنی وقتی که ستل شدی وقتی که در جا مستقر شدی call me ساختار امریه چون فعل در ابتدا اومده یعنی به من زنگ بزن یا منو صدا بزن چه موقع when وقتی که you get settled in وقتی که مستقر شدی وقتی که در جایگاهت قرار گرفتی و مستقر شدی پس call me when you get settled in یعنی وقتی که مستقر شدی به من زنگ بزن یا صدام کن call me when you get settled in Call me when you get settled in. Have you been told when to come? Have you been told when to come? come یعنی آمدن when to come یعنی وقتی که بیایی have you been told ساختار مجهوله یعنی آیا به شما گفته شده have you been told when to come یعنی آیا به شما گفته شده که کی بیاید؟ مثلا به مهمانی دعوت شدید بعد طرف از شما میپرسه که have you been told when to come آیا به شما گفته شده که کی تشریف بیارید کی بیاید به مهمونی حالا نوبت شماست در قسمت کامنت فراموش نکنید که عبارت ها و جملات رو بنویسید ما هی یاداوری میکنیم که فراموشتون نشه دوستان با بیان و نوشتن عبارت ها و جملات در قسمت کامنت اعتماد به نفس بالایی خواهید داشت برای بیان در دنیای واقعی و فراموش نکنید حتما هنگام بیان و خوندن عبارت ها با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صدای خودتون گوش بدید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید پس من این شد Have you been told when to come؟ یعنی آیا به شما گفته شده که کی تشریف بیارید یا کی بیاید؟ Have you been told when to come؟ Have you been told when to come؟ My aunt died when I was a kid. My aunt died when I was a kid. My aunt یعنی امه خاله زندایی زنمو تو انگلیسی یک کلمه برای همچی مواردی وجود داره امه خاله زندایی زنمو و الاخر بهشون میگن آنت آنت ولی معنی عمومیش امه و خاله است داید زمان گذشته دای یعنی مردن فوت کردن my aunt died امه من خاله من فوت کرد چه موقع؟ when؟ وقتی که I was a kid من یک بچه بودم یک خردسال بودم my aunt died when I was a kid من وقتی که بچه بودم امم یا خالم یا زنداییم یا زنموم هر چه که هست فوت کرد خدا بیامرزه عمه و خالای شما رو یا اگر در قید حیات هستن خداوند حفظشون بکنه My died when I was a kid My aunt died when I was a kid When did the wedding take place? When did the wedding take place? Wedding یعنی جشن عروسی Take place یعنی برگزار شدن رخ دادن The wedding اشاره میکنه به اون عروسی خاص که دو نفر دارن در موردش صحبت میکنن The wedding did take place یعنی اون عروسی برگزار شد در زمان گذشته حالا دید که بیاد این ور میشه Did the wedding take place? یعنی آیا عروسی برگزار شد و حالا یک when هم در ابتدا اضافه شده. When did the wedding take place? یعنی اون عروسی چه موقع برگزار شد؟ چه موقع اتفاق افتاد؟ When did the wedding take place? When did the wedding take place? Jason died when he was 54 years old. Jason died when he was 54 years old. Jason, یعنی یک آقایی به نام جیسون died یعنی فوت کرد از دنیا رفت زمان گذشته فعل دای when وقتی که he was او بود 54 یعنی 54 years و چهار سال سن داشته He was 54 years old یعنی او 54 و چهار ساله بود Jason died when he was 54 years old یعنی جیسون وقتی که 54 و چهار سالش بود فوت کرد از دنیا رفت Jason died when he was 54 years old Jason died when he was fifty-four years old Tara was worn out when she got home. Tara was worn out when she got home. Tara and Ye. تارا اسم خاص پس حرف اول به صورت بزرگ نوشته میشه was یعنی بود گذشته is میشه was یعنی بود worn out گذشته wear out wear out فعل عبارتی است به معنی خیلی خسته شدن داغوم شدن در اثر کار زیاد گذشتهش میشه worn out یعنی خیلی خسته بود کی ترا when وقتی که She got home او به خانه رسید got home گذشته ی get home یعنی به خانه رسیدن Tara was worn out when she got home تارا وقتی که به خانه رسید خسته و کوفته بود حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید وقتی که تارا به خانه رسید چه وضعیتی داشت بنویسید Tara was worn out when she got home Tara was worn out when she got home. When did teacher leave the classroom? When did teacher leave the classroom? Classroom, yani otage dars ya kelas dars. Tusandar dar morde class, classroom. کلاس نیست تلفظ اشتباهش خیلی ها میگن کلاس ولی کلاس نیست کلاس کلاس بین سی و ال صدایی وجود نداره The classroom یعنی اون کلاس درس مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم Leave یعنی ترک کردن جایی و در اینجا یعنی ترک کردن کلاس درس Teacher که یعنی میدونید یعنی معلم Did teacher leave the classroom? یعنی آیا معلم کلاس درس رو ترک کرد when یک چه موقع به ابتدای جملمون اضافه میکنه When did teacher leave the classroom? یعنی معلم چه موقع کلاس درس رو ترک کرد و از اونجا رفت When did teacher leave the classroom? When did teacher leave the classroom? When did you change your address? When did you change your address? Address یعنی آدرس Your address یعنی آدرس تو Change یعنی تغییر دادن یا عوض کردن You change your address یعنی تو آدرست رو عوض میکنی You did change your address یعنی تو آدرست رو عوض کردی با فعل کمکی به زمان گذشته بردیمش حالا did you change your address یعنی آیا تو آدرست رو عوض کردی when یعنی چه موقع when did you change your address یعنی تو چه موقع آدرس تو عوض کردی چه موقع خوندر رو عوض کردی که آدرستم عوض شد when did you change your address When did you change your address? When ice melts, it becomes water. When ice melts, it becomes water. Water, yani ob. becomes یعنی شدن و در اینجا اس سوم شخص گرفته چرا چون به آب اشاره میکنه با ضمیر it it becomes water یعنی اون تبدیل به آب میشه چرا when وقتی که آیس یخ melts آب میشه زوب میشه when ice melts it becomes water وقتی که یخ آب میشه یا زوب میشه تبدیل به آب میشه When ice melts, it becomes water. When ice melts, it becomes water. When will your book be published? When will your book be published? Published یعنی انتشار یافتن Published حالت گذشتش به کار رفته بی published یعنی به انتشار رسیدن بک یعنی کتاب Your بک یعنی کتاب تو Your book will be published یعنی کتاب تو چاپ شده خواهد بود در زمان آینده کامل When will your book be published? یعنی چه موقع کتاب شما چاپ شده خواهد بود؟ When will your book be published? When will your book be published? Peter was exhausted when he got home. Peter was exhausted when he got home got home گذشته get home یعنی به خانه رسیدن he got home یعنی او به خانه رسید when he got home یعنی وقتی که او آقا به خانه رسید در مورد کی داره صحبت میکنه پیتر آقای پیتر was exhausted exhausted یعنی خسته و کوفته خیلی خسته was گذشته is یعنی بود پیتر was exhausted پیتر خسته بود خیلی خسته و کوفته بود when he got home وقتی که به خانه رسید پیتر was exhausted when he got home پیتر was exhausted when he got home They married when they were young. they married when they were young young یعنی جوان were گذشته ی یعنی بودند they were young یعنی آنها جوان بودند when they were young یعنی وقتی که آنها جوان بودند they married آنها ازدواج کردند married گذشته فعل مری یعنی ازدواج کردند they married On Ha is the when they were young, Javon Budant they married when they were young They married when they were young When did you go to bed last night? When did you go to bed last night? Last night یعنی دیشب, go to bed یعنی به خواب رفتن. You did go to bed last night یعنی تو دیشب به رختخواب رفتی. Did برای تاکید استفاده میشه. حالا همچنین برای سوالی کردن از فعل کمکی استفاده میکنه از did. Did you go to bed last night? یعنی آیا دیشب تو به رخت خواب رفتی و یک when در ابتداش اضافه میشه When did you go to bed last night؟ یعنی تو دیشب چه موقع به رخت خواب رفتی؟ چه موقع رفتی به خوابی؟ When did you go to bed last night؟ When did you go to bed last night؟ When did you start studying English? When did you start studying English? English یعنی زبان انگلیسی و همینطور که خودتون میدونید تلفظش رو دقیق بفرمایید دوستان English English انگلیش انگلش یا چیز دیگری نیست English English studying یعنی مطالعه کردن start یعنی آغاز کردن در مورد تلفظ start study دقت بکنید اولشون A نداره start studying مطالعه کردن رو شروع کردن you start studying English یعنی تو مطالعه کردن انگلیسی رو آغاز کردی شروع کردی حالا یک دید برای سوالی کردن در ابتدا استفاده شده Did you start studying English? یعنی آیا تو مطالعه انگلیسی رو شروع کردی و یک when در ابتدا اضافه میشه. When did you start studying English? یعنی تو چه موقع مطالعه یا یادگیری انگلیسی رو شروع کردی؟ من از شما میپرسم شما همین عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و پاسخ بدید بهش و البته با صدای رسا تکرار بکنید حتما هنگام تکرار و بیانش هم با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظیتون رو پیدا کنید و اونها رو رفع بکنید پس بنویسیم When did you start studying English? When did you start studying English? when will you come back to school؟ when will you come back to school؟ come back یعنی بازگشتن. you will come back یعنی تو باز خواهی گشت. به کجا؟ to school. به مدرسه دقت بکنید دوستان تلفظ سکول ا اولش نداره طبیعتا و وقتی که یک تو در ابتداش اضافه میشه تو رو میچسبونیم به سکول میشه تو سکول به مدرسه You will come back to school یعنی تو به مدرسه باز خواهی گشت حالا will میاد این ور سوالی میشه Will you come back to school یعنی آیا تو به مدرسه باز خواهی گشت و یک when هم در ابتدا اضافه میشه When will you come back to school یعنی چه موقع به مدرسه باز خواهی گشت When will you come back to school When will you come back to school? Ask him when the next plane leaves. Ask him when the next plane leaves. Leave یعنی ترک کردن جایی یا رفتن. Plane یعنی هواپیما. Next یعنی بعدی. The next plane یعنی اون هواپیمای بعدی مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه The next plane leaves یعنی هواپیمای بعدی ترک میکنه از اینجا میره When یعنی چه موقع Ask him Ask فعل پرسیدن در ابتدا اومده ساختار امری میشه امر میکنه میگه Ask him ازش بپرس Him یعنی اوی آقا When the next plane leaves که هواپیمای بعدی چه موقع ترک میکنه چه موقع بلند میشه Ask him when the next plane lives. Ask him when the next plane lives. Come and see me when you have time. Come and see me when you have time. تایم یعنی زمان هاو یعنی داشتن when you have time یعنی وقتی که فرصت داشتی وقتی که وقت داشتی کام and see me یعنی بیا و منو ببین بیا و با من دیدار کن در ابتدا فعل اومده پس ساختار امریه come and see me بیا و منو ببین when you have time وقتی که زمان داری وقتی که فرصت داری come and see me when you have time وقتی که فرصت داشتی یا داری بیا و منو ببین به دیدار من بیا عزیزم come and see me when you have time come and see me when you have time I could swim well when I was a boy. I could swim well when I was a boy. I could یعنی من می توانستم سویم یعنی شنا کردن well یعنی خوب یا به خوبی when وقتی که I was a boy من یه پسر بچه بودم I was گذشته I am یعنی من بودم a boy یه پسر بچه I was a boy یعنی یک پسر بچه بودم یک پسر بودم I could swim well یعنی من میتونستم به خوبی شنا کنم when I was a boy وقتی که یک پسر بچه بودم I could swim well when I was a boy وقتی که یک پسر بچه بودم می توانستم به خوبی شنا کنم I could swim well when I was a boy I could swim well when I was a boy The sky was clear when I left home The sky was clear when I left home. The sky یعنی آسمون چون یه دونه بیشتر آسمون نداریم از TH استفاده کردیم was یعنی بود گذشته is clear یعنی صاف و شفاف when وقتی که I left home من خونه رو ترک کردم left گذشته فعل بیقاعده لیو که قبلا گفتیم خدمتتون یعنی ترک کردن جایی یا از جایی رفتن When I left home یعنی وقتی که من خانه رو ترک کردم The sky was clear هوا آسمون صاف بود The sky was clear when I left home وقتی که من خانه را ترک کردم هوا صاف بود The sky was clear when I left home The sky was clear when I left home. When I came home, Mori was studying. When I came home, Mori was studying. Studying Yani Darhale Mutole Kardan was Yani Bud. Mori was studying Yani Mori Dosht. مطالعه می کرد زمان گذشته استمراری دقت بکنید دوستان موری was studying یعنی موری داشت مطالعه می کرد چه موقع when I came home came گذشته فعل بیقاده کام یعنی آمدن when I came home یعنی وقتی که من به خونه اومدم موری was studying یعنی موری داشت مطالعه می کرد موری داشت درس می خوند موری was studying. when i came home mori was studying will you let me know when mori comes will you let me know when mori comes کام یعنی آمدن و در اینجا اس سوم شخص گرفته چون داره در مورد موری صحبت میکنه یه آقایی به اسم موری ون یعنی وقتی که نو no, یعنی دانستن let me نو یعنی بذار من بدونم اجازه بده من بدونم یا به من بگو در حقیقت یو let me know یعنی تو به من اجازه میدی که بدونم You will let me know یعنی تو به من اجازه خواهی داد که بدونم حالا will میاد در ابتدا سوالی میشه Will you let me know یعنی آیا به من خواهی گفت آیا اجازه خواهی داد که من بدونم When موری comes وقتی که موری میاد Will you let me know when Mori comes یعنی آیا میشه وقتی موری اومد اجازه بدی که من بدونم در حقیقت به من بگی Will you let me know when Mori comes Will you let me know when Morrie comes? Jack was ten years old when his father died. Jack was ten years old when his father died. Die, yannifot kerdan ya as donya raftan mordan. Died, kuzash tashmisha. father یعنی پدر his father یعنی پدر اوی مذکر when یعنی وقتی ten years old یعنی ده ساله Jack was ten years old یعنی Jack ده سالش بود was گذشته فعل is Jack was ten years old Jack ده سالش بود when his father died وقتی که پدرش فوت کرد امیدواریم که سایه پدرهای شما بالای سرتون باشه و خداوند پدرهای شما رو حفظ بکنه و اگر هم در قید حیات نیستند روانشون شاد باشه جک was 10 years old when his father died یعنی جک ده سالش بود وقتی که پدرش فوت کرد جک was 10 years old when his father died جک was 10 years old when his father died. When Mori spoke, everyone became silent. When Mori spoke, everyone became silent. Silent یعنی بی صدا روی گوشیتون هم هست میدونید که silent یعنی بی صدا became گذشته بیکام فعل بیقاعده قاعده بیکام شکلش تغییر پیدا میکنه میشه بیکیم یعنی شدن در زمان گذشته everyone became silent یعنی همه ساکت شدن everyone یعنی تک تک آدما که در اینجا میشه همه when موری spoke وقتی که موری صحبت کرد spoke گذشته فعل بی speak یعنی سخن گفتن حرف زدن when Morris spoke وقتی که موری صحبت کرد everyone became silent همه ساکت شدن حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت خودی نشون بدید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا بیان بکنید بنویسید و با صدای رسات تکرار بکنید when Morris spoke everyone became silent When Morris spoke, everyone became silent. I don't know when mori will leave Japan I don't know when mori will leave japan Japan japon leave. یعنی ترک کردن موری ویل لیو جپن یعنی موری ژاپن را ترک خواهد کرد ون وقتی که آی know نو نمیدونم آی دونت نو خیلی کاربردی و رایج آی دونت نو نمیدونم ون موری ویل لیو ژاپن که موری چه موقع ژاپن رو ترک خواهد کرد I don't know when موری leave Japan. من نمیدونم که موری چه موقع ژاپن را ترک خواهد کرد در قسمت کامنت همین جمله و عبارت رو بنویسید و با صدای رسات تکرار بکنید تا ملکه ذهنتون بشه I don't know when Mori will leave Japan I don't know when Mori will leave Japan When is the best time to feed your dog When is the best time to feed your dog? Your dog یعنی سگ شما Feed یعنی قضا دادن Time یعنی زمان Best یعنی بهترین The best time یعنی اون زمان عالی و بهترین مشخص When is یعنی چه موقع است چی the best time بهترین زمان to feed که قضا بدید your dog سگتون رو When is the best time to feed your dog یعنی بهترین موقع برای غذا دادن به سگ چه موقع است کیه مثلا مهمون اومده و سگ شما رو میبینه میگه بهترین موقع برای غذا دادن به سگ چه موقع است ایشون میگه When is the best time to feed your dog When is the best time to feed your dog? When Mom Entered the Room, Sarah Stood Up When Mom Entered the Room, Sarah Stood Up Stood Up گزشته فعل stay up یعنی ایستادن سرپا ایستادن و همونطور که میبینید بیقاعده است و به زمان گذشته برده شده شده stood up یعنی ایستادن در زمان گذشته سارا stood up یعنی سارا ایستاد Enter یعنی وارد شدن و entered یعنی وارد شده کی مام مامان the room یعنی اون اتاق مشخص مثلا اتاق سارا when mom entered the room وقتی که مادر وارد اتاق شد سارا stood up سارا ایستاد when mom entered the room سارا stood up when Mub entered the room sarah stood up what do you want to be when you grow up what do you want to be when you grow up grow up yani rosh kardan shodan when you grow up yani ke bozuk beshi. want to be یعنی خواهی که بشوی what do you want یعنی چه خواهی بشوی وقتی که when you grow up وقتی که بزرگ بشی وقتی که رشد کنی سوالیه که خیلی از بچه ها پرسیده میشه what do you want to be when you grow up وقتی که بزرگ بشی میخوای چی بشی میخواید چی کاره بشوی what do you want to be when you grow up What do you want to be when you grow up? When he was young, he was a hard worker. When he was young, he was a hard worker. Worker یعنی کارگر. Hard worker یعنی فردی که خیلی تلاش میکنه. خیلی کار میکنه. He was a hard worker یعنی او سخت کوش بود تلاشگر بود واز گذشته فعل ایز یانگ یعنی جوان he was young یعنی او جوان بود when he was young یعنی وقتی که او جوان بود he was a hard worker یعنی او بسیار سخت کوش بود خیلی کار میکرد فردی سخت کوش بود when he was young he was a hard worker When he was young, he was a hard worker. I don't know exactly when he will arrive. I don't know exactly when he will arrive. Arrive, Yani Risidan. Will Zaman Ayandast. He will arrive یعنی او خواهد رسید When he will arrive یعنی وقتی که او خواهد رسید Exactly یعنی دقیقا Exact یعنی دقیق و Exactly یعنی دقیقا I don't know یعنی من نمیدونم I don't know exactly یعنی من دقیقا نمیدونم When he will arrive که چه موقع اوی آقا خواهد رسید I don't know exactly when he will arrive. من دقیقاً نمیدونم او چه موقع خواهد رسید؟ I don't know exactly when he will arrive. I don't know exactly when he will arrive. I was about to leave when you telephoned. I was about to leave when you telephoned. تلفن Telephone و در اینجا در حالت گذشته استفاده شده یعنی تماس گرفتن، تلفن زدن. When you telephoned یعنی وقتی که تو زنگ زدی. I was about یعنی من مترسدش بودم که یه کاری رو انجام بدم. در خلالش بودم یعنی داشتم انجامش میدادم که تو مثلا فلان کارو کردی Leave ترک میکردم داشتم میرفتم I was about to leave این ساختاریه که خیلی استفاده میشه همینجا یادش بگیرید I was about to leave من دیگه داشتم میرفتم داشتم اینجا رو ترک میکردم When you telephoned وقتی که تو زنگ زدی I was about to leave When you telephoned من دیگه داشتم میرفتم وقتی که تو زنگ زدی I was about to leave When you telephoned I was about to leave when you telephoned. I was going out when the telephone rang. I was going out when the telephone rang. رنگ گذشته فعل بیقاعده رنگ یعنی زنگ زدن رنگ رنگ کردن تلفون که یعنی تلفون the telephone یعنی اون تلفن مشخص when the telephone rang یعنی وقتی که تلفن زنگ زد I was going out یعنی من داشتم به بیرون میرفتم go out یعنی به بیرون رفتن I was going out گذشته I am going out. I am going out. یعنی من دارم به بیرون می روم. I was going out. یعنی من داشتم به بیرون می رفتم. چه موقع؟ When the telephone rang. وقتی که تلفن زنگ زد. I was going out when the telephone rang. I was going out when the telephone rang. سرا گات مرید ون شی واز 25 سرا گات مرید ون شی واز 25 25 یعنی 25 شی واز 25 یعنی وقتی که او 25 سالش بود ون یعنی وقتی که سرا گات مرید یعنی سارا ازدواج کرد در زمان Sarah got married. Sarah is the voka when she was twenty-five. Sarah got married when she was twenty-five. Sarah got married when she was twenty-five Tara surprised Maury when she arrived early. Tara surprised Mori when she arrived early. Early یعنی زود. Arrived گذشته فعل arrive یعنی رسیدن در زمان گذشته. She arrived early یعنی اوی خانوم زود رسید. When یعنی وقتی که زمانی که ترا یعنی خانومی به اسم تارا سپرایزد یعنی شوکه کرد سپرایز کرد Kiro Moriro. when she arrived early. Yani, وقتی که او زود رسید. Tara surprised Mori when she arrived early. Yani, Tara وقتی که زود رسید, mori surprise card Tara surprised Mori when she arrived early. Tara surprised Mori when she arrived early. When I travel I prefer to travel by plane. When I travel I prefer to travel by plane. Plane یعنی هواپیما, travel یعنی سفر رفتن. دوستان تلفظش رو دقت بفرمایید. travel ترول نیست یا تراول نیست. travel یعنی سفر کردن. prefer یعنی ترجیح دادن پرفر پریفر تلفظش اشتباهه prefer ترجیح دادن I prefer to travel by plane یعنی من ترجیح میدم که با هواپیما سفر کنم When I travel یعنی وقتی که من سفر می کنم I prefer to travel by plane ترجیح میدم که با هواپیما سفر کنم خب دیگه وضع طرف خوبه وقتی که می سفر میره دوست داره که با هواپیما سفر کنه When I travel I prefer to travel by plane وقتی که سفر میرم ترجیح میدم با هواپیما سفر کنم When I travel I prefer to travel by plane حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید اگر اشتباهی وجود داره بتونید رفش بکنید عزیزان When I travel I prefer to travel by plane When I travel I prefer to travel by plane When were potatoes introduced into Japan؟ جپن Japan? Japan, که یعنی کشور ژاپن انتو جپن یعنی داخل کشور جاپن انتردوست گذشته فعل با قائله یعنی معرفی شدن انتردوست یعنی معرفی شد پتیتوز یعنی سیب زمینی ها و در اینجا داره در مورد کلیت سیب زمینی صحبت میکنه پتیتوز یعنی سیب زمینی در اینجا when were potatoes introduced یعنی چه موقع معرفی شد سیب زمینی ها به ژاپنی ها به کشور ژاپن چه موقع سیب زمینی به ژاپن معرفی شد قبلا احتمالا سیب زمینی نداشتن و سیب زمینی بهشون معرفی شده When were potatoes introduced into Japan? When were potatoes introduced into Japan? You must be careful when you drive a car. You must be careful when you drive a car. Drive a car یعنی یک ماشین را راندن رانندگی کردن یک ماشین When you drive a car یعنی وقتی که تو ماشینی رو داری میرانی داری رانندگی میکنی Careful یعنی مراقب دقت بکنی دوستان تلفظش رو Careful نیست Careful Full Careful یعنی مراقب You must be یعنی تو باید باشی چی باید باشی؟ careful مراقب when you drive a car وقتی که داری یک ماشین رو میرانی you must be careful when you drive a car you must be careful when you drive a car Peter came to Japan when he was 10 years old. peter came to japan when he was 10 years old 10 years old یعنی 10 ساله he was 10 years old یعنی او 10 ساله بود when he was 10 years old یعنی وقتی که او او آقا 10 ساله بود پیتر came to japan یعنی پیتر به ژاپن آمد came گذشته فعل بی‌قاعده کام یعنی آمدن Peter came to Japan یعنی پیتر به ژاپن آمد when he was 10 years old وقتی که او ده سالش بود Peter came to Japan when he was 10 years old Peter came to Japan when he was 10 years old I don't know when Mori returned from France I don't know when Mori returned from France France yani français, from France yani as فرانسه returned گذشته فعل return یعنی بازگشتن returned یعنی بازگشته در زمان گذشته موری returned from France یعنی موری از فرانسه برگشت I don't know یعنی من نمیدونم I don't know when موری returned from France یعنی من نمیدونم موری کی از فرانسه برگشت I don't know when Mori returned from France. I don't know when Maury returned from France I was leaving home when Maury telephoned me. I was leaving home when Murray telephoned me. تلفون یعنی زنگ زدن یا خود تلفن تلفون در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی زنگ زد موری تلفون می یعنی موری به من زنگ زد when موری تلفون می یعنی وقتی که موری به من زنگ زد I was leaving home یعنی من داشتم خونه رو ترک می کردم. I am leaving home. یعنی من دارم خونه رو ترک می کنم و ساختار حال استمراری. و در اینجا ساختار گذشته استمراری استفاده شده. I was leaving. من داشتم ترک می کردم خونه رو. home. I was leaving home. من داشتم خونه رو ترک می کردم. When Mori telephoned me. وقتی که موری به من زنگ زد. I was leaving home when Mori telephoned me. I was leaving home when Mori telephoned me. Sarah first met peter when they were students sara first met peter when they were students students یعنی دانشجوها یا دانش آموزان were گذشته are یعنی بودند they were students یعنی آنها دانشجو بودند when they were students یعنی وقتی که آنها دانشجو بودند سرا یعنی خانومی به اسم سارا فرست یعنی اولین یا بار اول مت یعنی ملاقات کردن در زمان گذشته گذشته فعل میت یعنی ملاقات کردن سرا فرست مت پیتر یعنی سارا اولین بار پیتر رو ملاقات کرد when they were students وقتی که اونها دانشجو بودند Sarah first met Peter when they were students. Sarah first met Peter when they were students. When I see him, I think of my grandfather. When I see him, I think of my grandfather. Grandfather یعنی پدر بزرگ. I think of یعنی به فکر چیزی افتادن به چیزی فکر کردن I think of my grandfather یعنی به پدر بزرگم فکر کردم When I see him یعنی وقتی که اوی آقا رو دیدم یا آقای موسنی رو دیده یاد پدر بزرگش افتاده When I see him I think of my grandfather وقتی که او را دیدم به فکر پدر بزرگم افتادم When I see him I think of my grandfather When I see him, I think of my grandfather. I don't know for certain when he will come. I don't know for certain when he will come. He will come yani ukha hadamad. when he will come یعنی وقتی که او بیاید، وقتی که او می آید. I don't know یعنی من نمی نمیدونم. Certain یعنی اطمینان با قطعیت. I don't know for certain یعنی من با قطعیت نمیدونم when he will come که چه موقع او خواهد آمد. I don't know for certain when he will come. I don't know for certain when he will come. I don't know when my father will come back. I don't know when my father will come back. Come back yani Boz gashtan my father will come back yani pedaram baz khahat gasht. I don't know when یعنی من نمیدونم کی من نمیدونم چه موقع My father will come back که پدرم باز خواهد گشت I don't know when my father will come back یعنی من نمیدونم پدرم چه موقع باز خواهد گشت I don't know when my father will come back I don't know when my father will come back. I felt very relieved when I heard the news. I felt very relieved when I heard the news. News یعنی اخبار. The news یعنی اون اخبار مشخص. Heard گذشته فعل hear یعنی شنیدن. I heard the news یعنی من اخبار را شنیدم When I heard the news یعنی وقتی که من اخبار را شنیدم Relieved گذشته فعل relieve یعنی آسود خاطر شدن و در اینجا در زمان گذشته استفاده شده یعنی آسود خاطر شده Very relieved یعنی خیلی آسود خاطر Felt گذشته فعل بیقاعده فیل یعنی احساس کردن I felt very relieved یعنی من خیالم خیلی آسوده شد when I heard the news وقتی که اون اخبار رو شنیدم I felt very relieved when I heard the news I felt very relieved when I heard the news. I was able to swim well when I was a child. I was able to swim well when I was a child. I was able یعنی من قادر بودم able یعنی قادر بودن توانمند بودن I was یعنی من بودم گذشته I am I was able یعنی من قادر بودم توانمند بودم که چیکار کنم to swim که شنا کنم well به خوبی when I was a child وقتی که یک بچه بودم I was able to swim well when I was a child I was able to swim well when I was a child I will bring my sister when I come next time. I will bring my sister when I come next time time یعنی زمان next یعنی بعدی next time یعنی دفعه بعد when I come next time یعنی دفعه بعدی وقتی که بیام my sister یعنی خواهرم I will bring یعنی من خواهم آورد کجا چی my sister خواهرمو when I come next time وقتی دفعه بعدی بیام مثلا رفتید یه مهمونی یا رفتید یه سفر دلتون برای خواهرتون تنگ شده دلتون سوخته که چرا خواهرتون رو نیاوردید و به خودتون میگین I will bring my sister when I come next time I will bring my sister when I come next time. I don't know when But it will happen someday. I don't know when, but it will happen someday. Someday, sam yani barhi. دی یعنی روز، some day یعنی یک روز، یک روزی که مشخص نیست کی، happen یعنی اتفاق افتادن، it will happen یعنی آن اتفاق خواهد افتاد، it will happen someday یعنی اون اتفاق یک روز رو خواهد داد. but یعنی اما، I don't know when یعنی من نمیدونم چه موقع، but it will happen someday اما روزی اتفاق خواهد افتاد. I don't know when, but it will happen someday. I don't know when, but it will happen someday. بسیار هم آفرین بر شما دمتون گرم که همراهی کردید با ما بودید و در تمرینات شرکت کردید قطعا شرکت شما در تمرینات باعث خواهد شد که اعتماد به نفس و توانمندی بسیار بالایی در یادگیری رفته رفته البته و کم کم در شما به وجود بیاد و توانمندیتون در صحبت کردن و مهارت های چندگانه انگلیسی بالاتر بره دوستان وقتی که ما اصرار میکنیم و تاکید میکنیم عبارتها ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید دلیل علمی داره دلیلش این است که رفته رفته شما اعتماد به نفس بالاتری خواهید داشت برای بیان و صحبت کردن و تسلط به انگلیسی پس شما هم لطفا همراه باشید طبق همین روشی که الان دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن تا باعث بشیم که رشد خوبی در یادگیریتون اتفاق بیفته اگر ما زمان میگذاریم اگر ما هزینه میکنیم اگر ما از عمرمون از وقتمون انرژی میگذاریم زمان میگذاریم هدف اصلی و اولیه این است که کمک بکنیم به شما بتونید یاد بگیرید بتونید پیش برید و باعث اتفاقات خوب در زندگیتون بشید شما هم لطفا به خودتون کمک بکنید و در تمرینات شرکت بکنید بی نهایت سپاس گذاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی تندرستی برای شما عزیزان و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم